سلام میکنم به همه شما بینندگان عزیز که برنامه نگاه به چپ رو دنبال میکنید. امیدوارم حالتون خوب باشه و هفته خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. من کیان آذر هستم و به همراه مصطفی صابر این برنامه رو به شما تقدیم میکنیم. مصطفی جان، امیدوارم صدای من رو بشنوی و حالت خوب باشه و آماده باشی که برنامه رو شروع کنیم. خیلی خوبم، متشکرم. سلام میگم منم و آمادم. موضوعی که انتخاب کردیم بینندگان عزیز در رابطه با به اصطلاح جنایت بهتر بگیم، وقایعی هستش که توی شب سال نو میلادی در چندین شهر و چندین کشور در اروپا انجام گرفته که شاهد تعرض جنسی، تجاوز و آزارهای جنسی که علیه زنان که توی جشنهای سال نو در میادین شهرها حضور پیدا کرده بودن توسط یک سری از به اصطلاح افرادی که توی اونجا حضور داشتن انجام گرفته و بسیار سر و صدا پا کرده و همچنین اعتراضات مختلفی رو توی کشورهای مختلف من جمله در آلمان که در مرکز این وقایع بوده و در ادامه در کشورهای مثل سوئد و فنلاند هم ادامه داشته این مسئله. در ترتیب می‌خوایم موضوع این هفته را به این مسئله اختصاص بدیم و از واکنش‌ها و به اصطلاح نظرات و مواضع مختلفی که از سوی جریانات مختلف انجام گرفته مورد بررسی قرار بدیم که ببینیم قضیه از چه قرار هست. مصطفی، همونطور که گفتم و خودت هم فکر میکنم که در جریان باشی، ما شاهد این وقایع بودیم. ابتدا به امر یه گزارشی رو تهیه کردیم که مختصرا اشاره میکنه که چه اتفاقاتی توی شب سال نو افتاده. اون رو ببینیم و بعد برگردیم بحثمون رو ادامه بدیم. در مراسم جشن شب سال نو میلادی در هلسینکی، پایتخت فنلاند، چندین زن مورد تعرض و آزار جنسی گروهی از مردان جوان قرار گرفتند. پلیس فنلاند میگوید این آزارهای خیابانی شبیه موارد گزارش شده در شهر کلن آلمان بوده، اما اداره ملی تحقیقات فنلاند میگوید این موارد هیچ ربطی به هم ندارند. معاون کمیسر پلیس هلسینکی گفت: ما در تحقیقات جنایی دو مورد شکایت برای تعرض جنسی داشتیم. آن شب میبایست 10 نفر را از محل دور میکردیم. در حدود 20 نفر را نیز دستگیر کردیم. حضور و دخالت ما حتی در موارد کوچک تأثیر مثبت داشت، وگرنه وضعیت بسیار بدتر میشد. اعضای گروه‌های دست راستی فنلاند که در گذشته نیز به حضور مهاجران در این کشور اعتراض می‌کردند، این رویدادها را به پناهجویان تازه وارد نسبت می‌دهند. آزار جنسی زنان در شب سال نو در آلمان نیز در روزهای اخیر در این کشور جنجال به پا کرده است. در مراسم خب، این گزارشی بود که تهیه شده بود در این رابطه که از شبکه یورو نیوز پخش شده در رابطه با این به اصطلاح فجایعی که اتفاق افتاده. مصطفی، راستش شنیدن این خبرها، اون هم در مواقعی که مردم جمع میشن که جشن و شادی داشته باشن و به هر ترتیب یه گرد همایی باشه که خوش بگذره بهشون، ما میبینیم که یه همچین فجایع و جنایت‌های اتفاق میفته، اون هم در به اصطلاح مرکز جایی از کره زمین که نماد جنبش‌های مبارزاتی بوده توی 2-3 قرن گذشته که تمدن و فرهنگ انسانی که بشریت تونسته بهش دست پیدا بکنه، اون رادیکالیسم، انقلابیگری و جنبش‌های مبارزاتی که مشخصاً چپ‌ها پرچم دارش بودن تونستن، جنبش‌های زنان، همه اینها میخوام بگم که نماد این چیز به اصطلاح این جنبش ها هستش که تونستن دست مذهب، دست مردسالاری، دست عقب موندگی و ارتجاع رو که بخشن دولت ها نمایندگیش میکنن، بخشن جریانات دیگه نمایندگیش میکنن، رو تا حد زیادی کوتاه بکنن و یه نسیمی از انسانیت حداقل توی این منطقه از کره زمین میبینیم که وجود داشته. میگم این فاجعه رو میبینیم توی این نقطه از کره زمین اتفاق میفته و این خیلی هشدار بزرگی هستش واسه انسانیت و جنبش هایی که دارن برای انسانیت مبارزه میکنن و به اصطلاح تلخ میکنه به کام مردم این به اصطلاح جشن شادی که جمع شده بودن تو مراکز شهرها. راجب این من دو نقطه رو بگم چون وقتمون کم هست تو این برنامه. یکی این که این سازمان یافته بود، خیلی روشنه و تو چند تا شهر آلمان بود و تو چند تا شهر دیگه اروپایی که اشاره کردی
رو. دوم اینکه این یه اجندای راست بود، یعنی این راست جامعه است. حالا راست چه دولت‌های حاکم، راست چه جریانات ضد پناهنده و فاشیست، راست چه بخصوص اسلامی ها. یعنی کاملا این برنامه و پروژه اسلامی ها بود که ما دیدیم توی 30-40 سال گذشته که این اسلام سیاسی عروج کرده. یک محور اسلام سیاسی حمله به زناست، حجاب سر کردن به زناست، اسید پاشی و تیغ زدن به صورت زنا. ما اینو توی ایران دیدیم، توی مصر دیدیم، در جریان انقلاب مصر ما دیدیم که چجوری اسلامی ها همینجور همین شبیه همین کارهایی که توی شب سال نو شده علیه زنا انجام میدادن. و بیخ بیخش هم میره به کلن نئوکنسرواتیزم از دهه 80 به این ور که نئوکنسرواتیزم اومد و پست مدرنیسم اومد و حمله به زنا و یه عقبگرد تحمیل کردن به زنا توی دستور کل راست، توی اجندای راست قرار گرفته. و این کاری که توی شب سال نو دیدیم به احتمال خیلی زیاد توسط اسلامی ها آگاهانه سازمان داده شده، ولی به اسلامی ها محدود نیست. این اجندای کل راست علیه انسانیت، علیه چپ و علیه آزادی خواهی و برابری. همینجا میرسم به این مسئله که توی نقش راست و نقش چپ رو توی این وقایع میخوایم بررسی بکنیم. حالا تا جایی که نقش عملی داشتن یا نقش نظری مواضعشون رو گفتن در رابطه با این به اصطلاح فاجعه‌ای که اتفاق افتاده. خب توی راست جامعه میشه به 3 بخش اشاره کرد، یعنی اینکه دولت ها چه نقشی داشتن، احزاب دست راستی مشخصن که توی اروپا هستن چه نقشی دارن، و همین جریانات اسلامی چه نقشی دارن. من میخوام اشاره بکنم به این مسئله که وقتی که ما میبینیم این وضعیتی که الان توی سطح دنیا ایجاد شده و مشخصن توی اروپا الان موضوع بحث ما هست، میبینیم که همونطور که بهش اشاره کردیم اون به اصطلاح جنبشی که توی دهه 80 پرچمدارش ریگان و تاچر بود و به ریگانیزم و تاچریزم هم معروف هستش، با استراتژی سیاسی که انتخاب کردن چه در سطح خود اروپا و چه در سطح به اصطلاح خاورمیانه، این بودش که رویاوری به اصطلاح ما یه جا تو عرصه سیاسی و فرهنگی و اجتماعی میبینیم پست مدرنیزم اون به اصطلاح روبنای فکری هستش که دارن این رو پیش میبرن و در ادامش مثلا با تز نسبیت فرهنگی هستش که میرن سراغ جامعه بشری و دستاوردهای جنبش‌های به اصطلاح چپ رادیکال انقلابی و مدافع حقوق انسانی رو مورد به اصطلاح حمله قرار میدن و تحت عنوان اینکه فرهنگ هر کس خوبه، دقیقاً یه جامعه موزاییکی رو میخوان تعریف بکنن و بگن که به اصطلاح اون دستاوردهای انسانی و جهان شمول مورد قبول واقع نمیشه. در ادامه اون مسئله مثلا گتو سازی ها هستش که تو خود اروپا در برابر مهاجرین مثلا پیاده میشه و ما میبینیم که گتوهایی توی کشورهای مختلف به وجود میاد که اساسا میشه به اصطلاح حیات خلوت جریانات اسلامی که هستن، به اصطلاح تبلیغات اسلامی ضد زن و زن ستیزانه که توی این گتوها انجام میگیره روی نوجوانان، کودکان و به اصطلاح جوانانی که توی این مناطق دارن تحت محرومیت‌های اقتصادی اجتماعی دارن رشد پیدا میکنن. و میخوام بگم که تا جایی که بخوایم بررسی بکنیم میبینیم که این نقش دولت‌ها اساساً توی 2-3 دهه گذشته به چه سمت و سویی کشیده و چه نقشی رو داشتن حداقل توی جوامع اروپایی. حالا تا روی کردشون هم به همین نسبت توی خاورمیانه هم به همین صورت بوده. بعد میریم نقطه‌ای که این وسط تیم باید گفت این که اصلا وقتی نگاه میکنی مسئله دارن یه جوری مطرح میکنن، چه دولت‌ها به قول تو، چه میدیا و چه این احزاب. برحال پوینت اینه که اصلا دارن مسئله رو اینجوری تبدیل میکنن که گویا این مسئله پناهنده هاست، گویا پناهنده ها این کار کردن. قطعا پناهنده بوده توی اون آدمایی که اومدن این جنایاتو کردن تو شب سال نو، ولی خیلی روشنه که این سازمان یافته از جانب اسلامی ها، شیوه اسلامی هاست، نحوه کار اسلامی هاست.
و این ربطی به پناهنده نداره. من و تو هم پناهنده ایم، خیلی از آدمای دیگه که توی این اروپا دارن زندگی میکنن و علیه این چیزا جنگیدن، از دست این چیزا در رفتن پناهنده. اصلا موضوع پناهندگی نیست، موضوع مردسالاریه، موضوع ضد زن بودنه، موضوع مذهبه، موضوع خرافه است، موضوع اسلامه، موضوع نرین سالاریه که وچه اشتراک بین اسلام سیاسی و اون تعرض نوع کنسرواتیویستی و دست راستی جامعه است. اصلا کلن صورت مسئله رو دارن یه جور غلطی به ما ارائه میدن. مسئله بردگی جنسی زنه که توی این جامعه مردسالار سرمایه‌داری همچنان هنوز باقی هست و اسلامیان روی این سوار شدن و نه فقط سوار شدن بلکه مورد حمایت دول غربی همونطور که تو گفتی قرار میگیره. دقیقاً تو ادامه همون روی کرده دولت‌های غربی، یکی از پایه‌های اساسی که اینها دارن این هستش که اینها مماشات، یعنی دولت‌های غربی مماشات می‌کنن با جریانات اسلامی، فضا میدن بهشون، بودجه میدن بهشون، امکانات میدن بهشون، فضا سازی میکنن که اینها چیکار بکنن، به اصطلاح وجود داشته باشن و عرض اندام بکنن، کنترل زندگی به اصطلاح انسانهایی که از همین خاورمیانه اومدن رو با توجه به همون تز نسبیت فرهنگی، با توجه به همون رویکرد به اصطلاح پست مدرنیستی که دارن، میخوان بدن دست به اصطلاح همین جریانات اسلامی. ما مثلا توی کانادا همین مسئله رو داشتیم که دادگاه‌های شریعه رو می‌خواستن تشکیل بدن، یا در انگلستان یا دیگر کشورهای اروپایی بوده که می‌خواستن به اصطلاح دادگاه‌های مطابق با مذاهب مختلفی رو ایجاد بکنن که هر کسی از هر جایی که اومده، مثلا از خاورمیانه اومده، برای رفع و رجوع کردن مسائلی که داره باید به این دادگاه‌ها و مله‌های و به اصطلاح اشخاص مذهبی که هستن مراجعه بکنه برای اینکه بتونن مشکلاتشون رو به اصطلاح حل بکنن. ادامه همین رویکرد هست که این فضا و مماشاتی که فضا سازی که انجام میشه و مماشاتی که با جریانات اسلامی انجام میگیره، میگم این امکان رو به وجود میاره که اون فرهنگ منحوس اسلامی مذهبی بتونه اینجا هم مثلا چی عرض اندام بکنه. یا تو در ادامه بهش اشاره کردی، مثلا احزاب دست راستی که وجود دارن، میبینیم که فقط یک رویکردی دارن که همه مسئله رو میندازن که خارجیات این به اصطلاح باعث بانی این مسئله هستن، پناهنده ها، کسانی که از خاورمیانه اومدن باعث بانی، یعنی همون سیاست خارجی ستیزیشون رو دارن در ادامه منفعت جنبشی که دارن، از این واقعا دارن سوء استفاده میکنن برای اینکه بخوان به خارجی ها حمله بکنن. دقیقاً. و حالا بخوایم خیلی جمعنی تو برخورد راست بکنیم، به نظر من اینا دارن تلاش میکنن، یعنی چه دول غربی، چه جریانات اسلامی، چه جریانات فاشیستی و راسیستی، چه حتی خود پلیس و میدیا و حتی آکادمی، دارن سعی میکنن یه جوری دنیا رو برن به سمت اون جنگ تمدن ها، کلش آف سیویلیزیشن هانتینگتون، یه نظریه ارتجاعی و کثیف که پایش بحران اقتصادی سرمایه‌داری و بنبست‌های سرمایه‌داری که راه حلی نداره واسه بشریت و اینجور داره بشریت رو به قهقرا برمیگردونه. و همه این جریانات دستراسی که اشاره کردیم دستشون توی کاسه است، همشون دارن میخوان وضعیت جنگ تمدن‌ها رو به وجود بیارن که این هم به نفع داعشه، هم به نفع بورژوازی غرب و دول غربیه که جامعه رو پلیسی بکنن، هم به نفع راسیست هاست که تو این وسط بیان بگن این کار پناهنده هاست و این کار خارجی هاست و اینجوری جامعه رو به قهقرا بکشونه. نکته دیگه خیلی کوتاه اگر بخوایم بهش اشاره بکنیم، حالا توی دور بعدی صحبتمون حتما میپردازیم بهش که برترتیب نقش اصلی رو اینجا کی بازی میکنه، ولی اینجا میخوام اشاره بکنم به واکنشی که مثلا جریانات اسلامی داشتن که چی بوده. مثلا در ادامه ترورهایی که توی مثلا پاریس انجام گرفته و این وقایعی که الان اتفاق افتاده و فاجعه‌ای که به بار اومده، اسلامی‌ها مثلا تو فرانسه اومدن یک روزی رو انتخاب کردن و باز کردن درهای مساجد به روی همه به اصطلاح شهروندان فرانسه و سرو چای صلح یا چای برادری یا همچین چیزی برای اینکه بخوان یک چهره صلح طلبانه و انسان دوستانه از اسلام نشون بدن. و یا مثلا ما میبینیم که میان چیکار میکنن، مثلا میگن ما محکوم میکنیم این اتفاق رو که افتاده، ولی در این حال میخوام بگم که شما مثلا فیلم هایی که
ویدئوهایی که مثلا فعالین حقوق زنان و به اصطلاح فعالین سوسیالیست مثلا تهیه کردن تو خود همین سوئد از توی مساجد که مثلا مخفیانه رفتن ویدئوها رو ضبط کردن و توی شبکه سراسری مثلا تلویزیون سراسری سوئد هم پخش شده، این هستش که اینها امامان مثلا همین کسایی که همچین کارهای میان انجام میدن محکوم میکنن و یا مثلا سیاست مثلا درهای باز مساجد رو میذارن، میبینیم توی سخنرانیاشون فراخوان میدن به مردان به اصطلاح که از خاورمیانه اومدن و توی مثلا مساجد پای صحبت اینا میشینن که قوانین به اصطلاح غرب رو رعایت نکنن و قوانین اسلام رو مد نظر بگیرن برای به اصطلاح اونا رو عملی بکنن، زنان رو بهشون اجازه ندن که بخوان فرهنگ به اصطلاح غربی رو بپذیرن و این کاملا نشون میده که این رویکرد جریانات اسلامی به چه صورتی هستش. فقط خواستم بگم که مثلا من قبلا هم گفتم اینو ولی بذار باز تاکید کنم، این قضیه که توی سال نو پیش اومد من یاد اون چیزی تو آلمان اتفاق افتاد، توی همین کل بوده شهر دیگه، که پلیس حجاب درست کرده بودن این اسلامی ها که میمادن به مردم به زنها تذکر میدادن که حجاب رو رعایت بکنید. حرکتی که تو سال نو پیش اومد اول از هر چیز من یاد کارهای اسلامی ها توی جریان انقلاب مصر انداخت، دوم یاد جمهوری اسلامی و کارهای اسلامی ها توی ایران که بعد از قیام بهمن شروع کردن حمله به زنها رو و به صلاح زن ستیزی شد پرچم اصلی حاکمیت اینا که تا امروز هم باقیه و کاملا گفتم این تردیدی توش نیست، مثل همون یه ترور انتحاری که میکنن میگه قویم باید کار اسلامی ها باشه، این کارهایی هم که تو شب سال نو شد منشأ و ریشش تو همین مساجد تو اسلام سیاسی به طور بلاواسطه، منتها خب زمینه سیاسی تاریخی تو سه دهه سه چهار دهه اخیرش رو صحبت کردیم که نهایتاً یک سیاست دستراسی نور کنسرواتیستی جنگ تمدنهای هانتینگتونیه که اینا با هم دیگه دارن پیش میرن. مصطفی، حالا با توجه به اینکه وقتمون کمه بریم سراغ اون بخش دیگر جامعه که باید بهش اشاره بکنیم، اون هم به اصطلاح ما یه برخوردی یا اظهار نظری موضع‌گیری از طرف چپ سنتی، اون چپ به اصطلاح غیر کارگری که هست، چپ ضد امپریالیستی که موجوده که ما بارها بارها توی برنامه‌های مختلف در رابطه با اون صحبت کردیم، که اصطلاحاً به عنوان چپ جهان سومی یا چپ شرق‌گرا هم شناخته میشه، موضع‌گیری‌های انجام دادن که اساساً رویکردشون روی این مسئله بوده که در تضاد با موضع کمونیسم کارگری، یعنی فعالین کمونیسم کارگری توی کشورهای مثل آلمان یا کشورهای دیگه فعال بودن توی این زمینه، توی تجمعات اعتراضی که در این رابطه شکل گرفته فعال بودن، اساسا این اولا موضع‌گیریشون در مقابل موضع‌گیری کمونیسم کارگری و فعالین حزب کمونیست کارگری بوده، و دوم فوکوس کردن روی به اصطلاح مسئله از سر این مسئله که خود به اصطلاح مرد سالاری توی غرب هم وجود داره، توی به اصطلاح کشورهای غربی هم وجود داره، و اساس تمرکز موضع و نظرشون رو روی این مسئله گذاشتن. و یا اینکه قبل از اینکه وارد جزئیاتشون بشیم، اینا توی این ماجرای جنگ تمدن‌ها و این جریان اجندای ارتجاعی دستراسی که سعی کردیم توضیح بدیم، اینا خودشون رو سمت شرق میدونن، سمت تمدن شرق میدونن، سمت تمدن اسلامی میدونن. یعنی میاد میگه مرسالاری همه جا هست که اسلامی ها رو از زیر تیغ برهونه. حتی یکیشون اومده مثلا فرض کن مینا عدی گفته تعجب کردن پلیس اونجا نبود، پلیس نیومده چیز بکنه، به مینا عدی حمله کرده که تو میخوای پلیسی بشه. یعنی ببین موضع دفاع از شرق و شرق‌گرایی و این ضد امپریالیسم جهان سومی اینا که مثل خمینی که فکر میکرد آمریکا شیطان بزرگه، اینا هم همینطوری فکر میکنن آمریکا شیطان بزرگه و همه موجودیتشون رو اینجوری قرار دادن که چجوری با آمریکا مبارزه کنن. کاری به این ندارن که اسلامیه خودش به همون درجه ارتجاعی که دولت آمریکا و سیاستایی که آمریکا اساسا با این استدلال که پلیس مثلا پلیس یه ارگان بورژوایی هستش، یه ارگانی متعلق به دولت بورژوایی هستش که و یه پدیده بورژوایی هست، و بنابراین چرا مینا حدید
اتکا کرده و داره به اصطلاح انتقاد میکنه از نبود پلیس توی به اصطلاح شب سال نو که پلیس کافی نبوده، و یا روی کرده این مسئله که همون نکته ای هم که بهش اشاره کردیم که مرد سالاری اساسا توی غرب توی به اصطلاح کشورهای اروپایی وجود داره و ربطی مشخصا به خاورمیانه و اینا نداره، و اساسا روی کردی که دارن این هستش که کل غرب، اینو فکر کنم یه بار دیگه هم صحبت کردیم، کل به اصطلاح غرب رو یک جا تحویل سرمایه‌داری میده و انگار توی اروپا و توی غرب اساسا طبقه کارگری وجود ندارن، اساسا 99%ای وجود ندارن، و نکته‌ای که اینجا وجود داره این هستش تمام، که تمام دستاوردهایی که در زمینه حقوق زنها وجود داره محصول مبارزه کارگراست، محصول مبارزه جنبش‌های زنان، محصول جنبش‌های سوسیالیستی، محصول انقلاب جنسی دهه 60 و 70، محصول کارهای کسایی مثل کلارا زیتکین و چه میدونم روزا لوزنبورگ و اتفاقا آدم های چپی در پیشا پیش این قضیه بودن، آدم های کمونیستی در پیشا پیش این قضیه بودن، و اینا همه رو میکنن اروپایی و علیه اروپایی ها حرف میزنن. در ضمن صدای شما رو من ضعیف میشنوم، نمیدونم. اوکی، امیدوارم که اتاق فرمان این مسئله رو درست کنه اگر مشکلی هست. و نکته دیگه مصطفی جان میخواستم بهش اشاره بکنم این هستش که خب اساسا میگم اینها توی این روی کردی که دارن و عمده و غیر عمده‌ای که میکنن جریانات اسلامی و مذهبی رو حاشیه‌ای میکنن و آنچنان نقد مشخصی رو ندارن، که اساسا وقتی به تو به این وقایع نگاه میکنی میبینی که این مثلا فاجعه ای که اتفاق افتاده روی دوش جریان اسلامی هستش، همونطور که تو هم اشاره کردی. بعد ببینیم که این تجاوز حجاب و زن ستیزی که الان ما باهاش روبرو هستیم پرچم کدوم جنبش هستش توی سطح جهانی، که ما میبینیم اساسا جریان اسلامی هست که هر جا توی یک روستا هم وقتی که یک قدرت نیمچه قدرتی گرفته اساسا با پرچم حجاب، تجاوز، بردگی جنسی و زن ستیزی اومده حاکم شده، که تو هم نمونه‌هاشو گفتی، جمهوری اسلامی توی به اصطلاح ایران بعد از انقلاب 57، جریانات اسلامی توی مصر و داعش نمونهش هستش توی سوریه و عراق و هر جایی که به ترتیب قدرت داشته، و توی خود همین اروپا هم به همین صورت هست که ما میبینیم که با میگم پرچم تجاوز و حجاب و این چیزا سراغ جامعه میره. قبلا راجع به داعش صحبت کردیم، این همون عموزاده های داعش هم که توی این موزه ضد اروپایی میگیرن به جای اینکه بیان علیه مردسالاری و زن ستیزی و علیه اسلام سیاسی که پرچم دارش هست موضع بگیرن. دقیقاً به خاطر همین میخوام بگم که اساساً اینها به دلیل همون رویکرد ضد امپریالیستی که دارن میرن نقطه به اصطلاح تمرکز رو میذارن روی دولت‌ها، و جریانات اسلامی یه نقش حاشیه‌ای و کمرنگ انگار دارن توی این مسئله، در حالی که نقش اساسی و اون به اصطلاح بار مسئولیت رو بایستی گذاشت روی به اصطلاح جریانات اسلامی. حمله به فعالین از کنسکارگری که توی این ماجرا صف اول بودن، رفتن وایستادن علیه اسلامی ها و علیه زن ستیزی و علیه راستا، چه فاشیستا و به اصطلاح راسیستا و چه دولت‌های سرمایه‌داری علیه همه اینا اعتراض کردن، اینا عمده کارشون می‌ذارن که پشتوا بگیرن واسه این فعالین اسکنسکایگر. اساساً روی کرده اینها مصطفی وقتی به مثلا یه دوره نگاه می‌کنی، روندی که اینها طی می‌کنن اساساً موضع‌گیری اینها و روی کردی که دارن این هستش که اول ببینن حزب کمونیست کارگری چه موضعی گرفته، اینا در نقطه مقابلی همچین مثلا موضع‌گیری انجام بدن. ما یه گزارش رو تهیه کردیم از اون چپ اجتماعی و اون فعالینی که به ترتیب توی این زمینه فعال بودن، که فکر میکنم اگر اشتباه نکنم یکی از فعالین حقوق زنان هست و اکتیویست های سیاسی هستش که مژده اگر اشتباه نکنم اسمشون باشه، که توی همین اعتراضات نقش فعال داشتن. میبینیم این رو و بعد برمیگردیم برنامه رو ادامه میدیم. بینندگانتون، من مجده روزاد هستم، فعال سیاسی و فعال جنبش زنان در اون
فاجعه‌ای که توی شب سال نو در کل، سال نو مسیحی در کل اتفاق افتاده، اون اذیت و آزار جنسی که به زنان شده، تعرضی که به زنان شده، ما به هیچ وجه نباید اون رو توجیه بکنیم. من بسیار انتقاد دارم به کسانی که این مسئله رو به نحوی از آنها توجیه می‌کنند که این خشونت در همه جا وجود داره، خشونت علیه زنان هر روز داره اتفاق می‌افته. نه، همچین چیزی با این بود در شهر کل ما نداشتیم. و ولی من به عنوان یک ایرانی که تبعیدی هستم، 31 ساله از دست جمهوری اسلامی توی آلمان زندگی میکنم، من این گونه خشونت‌های جنسی رو تحت حکومت جمهوری اسلامی دیدم، توی جنبش‌های اسلامیستی به خاطر دیدی که به زنان دارن، توی میدان تحریر مصر ما اینها رو تجربه کردیم. ولی از یک طرف ما باید در مقابل این مسئله موضع بگیریم راجع به این خشونتی که به زنان انجام شده، و از طرف دیگه ما نباید به گروه‌های راسیستی و فاشیستی که از این مسئله میخوان سوء استفاده تبلیغاتی بکنن و همه خارجی‌ها رو مثل همدیگه بدونن. من این که سال‌هاست از دست جمهوری اسلامی و از جنبش‌های اسلامی فرار کردم و کسایی که از جنبش‌های اسلامی دفاع می‌کنن همه رو توی یک ظرف می‌خوان بذارن و سیاست‌های ضد خارجیشون رو می‌خوان تبلیغ بکنن، من در مقابل اونها هم به همین شدت و حدت شما و بینندگانتون من مشکل. خب این نمونه ای بود از به اصطلاح فعالینی که توی این عرصه به اصطلاح نقش آفرینی کردن، حضور پیدا کردن، تجمعات اعتراضی که انجام گرفته. مصطفی جان ما حدود فکر کنم 2 دقیقه وقت داریم به پایان برنامه‌مون، باید یه جمع‌بندی بکنیم و این مسئله رو به اصطلاح اولا اینجا جا داره بگم که بینندگان عزیز حتما خوبه شما هم اظهار نظر بکنید، نظر خودتون رو بفرستید در این رابطه، شما چی فکر می‌کنید، فکر می‌کنید که این مسئله رو باید چجور بررسی کرد. توی ما سعی کردیم از 3 تا جنبش به این مسئله بپردازیم و مورد بررسی قرار بدیم، حتما نظراتون برای ما بفرستیم. مصطفی 1 دقیقه میتونی جنبندی بکنی که من جنبندی میدونی که چپ اجتماعی همچنان که در عمل خودش هم نشون داده باید شدیداً علیه مردسالاری، علیه تعرض به زنا حمله بکنه، در دفاع از برابری و آزادی زنا در جامعه شدیداً وسط میدون باشه و همه این جریانات راست رو در وهله اول اسلام سیاسی و اسلامیون و راسیستا و همینطور دول اسلامی که با اینا، دول بورژوایی که با اینا مباشرت میکنن، همه اینا رو مورد حمله قرار بده و به خصوص اسلام و مردسالاری رو برجسته بخوره. به نظرم کاری که کرده همین ویدیوها هم که نشون دادیم اینو میگه و باید تو این خط ادامه. مرسی مصطفی، وقتی نمونده و تا فرمان میگه وقتتون تمام هست، من دیگه پس صحبتی نمی کنم، منتظر نظرات شما هستیم بینندگان عزیز. مثل همیشه نظرات خودتون رو برامون بفرستین. اینجا جا داره که از به اصطلاح یکی از بینندگان برنامه اول تشکر کنم بابت ارسال نظرشون و یه توضیح بدم که روی کردی که برنامه نگاه به چپ داره این هستش که بتونه به موضوعاتی که اتفاق میفته بپردازه و اون مواضع و نظرات و به اصطلاح سبک کاری که چپ اجتماعی کمونیسم قرن 21 و مشخصا کمونیسم کارگری داره رو عمده بکنه و اون چپ غیر کارگری، کمونیسم غیر کارگری که و چپ سنتی که موجود هست رو مورد نقد قرار بده. برای همین با توجه به وقت برنامه ما اساسا سعی میکنیم که به موضوعاتی که میپردازیم سعی بکنیم از بخش‌های مختلف مورد بررسی قرار بدیم و شاید جا این نباشه که بخوایم مشخصا به صورت خیلی با تمرکز زیادی بپردازیم. این در رابطه با توضیحی هستش که یک بیننده پرسجو کرده بودن برای اینکه روی کرده برنامه ما رو بدونن. براتون شبها و روزهای بسیار خوبی رو آرزو میکنم و منتظر نظرات شما هستم.